شد بفرمایید. مراسم تمام شد بفرمایید. خدا بیا بود. خدا بیا بود. بفرمایید. خیلی لطف کردید. بفرمایید. ای بابا. ما تشریف پس شما چه غلطی کردید منصور خان؟ من هیچ غلطی نکردم دنده. خب اینا که دارن میرن قاب عکسام دارن میبرن که چه کار باید بکنیم عروس گلمان؟ آقا آقا ببخشید آقا. بله ببخش من یه خواهش کوچیکی ازتون داشتم. من خودم میدونم ولی ما این رسم نداریم به بچه تهران نهار بدیم. نه اون که ممنون، فقط این پدر شوهر من میخواستن که اگه میشه یه عکسی از بابای شما داشته باشن. بله خواهش میکنم خدمت شما. خب نه این که نه، ببینین چون پدر شوهر من خیلی با پدر شما قبلا دوست بودن رفیق بودن، یه عکس بزرگتری ازشون میخوان که به همیشه به یادشون باشن دیگه. مشکلی نه، این هم بزرگتر. خدمت شما. آقا شما چرا متوجه نیستی اون قاب عکس صاحب برده رو میدی به ما یا نه؟ بله بچه اون قاب عکس صاحب برده رو ببینم. خدمت شما. کافیه. داریم سکته میکنیم کامران. باکو ببینه نیست. خب یعنی چی که نیست؟ قلمراد کجاست؟ داره با فروخ خانم بیرون پیاده روی میکنن. من الان میرم این قلمراد میکشم. دنگنده ول کنن منه، ول کنن. نقشه سوم پیش ماست. کروکودیل دوست داشتنی هستی حیفنان. حالا هر ستا نقش ویژه ماست. حیفنان. بله خان والا. تو تصور میکنی ما همچین آدمی هستیم که پسر عموهای من را دور بزنیم؟ بله خان والا. درست فکر کردید. بقیه نقشه ها را روی هم میگذاریم. نه سب کنی قبر خانقلی خان. پدر خودشه. They can come down. پدر میخواییم که صبر کنیم هوا که تاریک شد ما بیایم این کارو انجام بدیم ها؟ They can come down. خب اهالی اینجا میریزن سرمون کتکمون میزنن پدر. ما مسلح هستیم. بکن کامران. پدر آخه چیزه پدر؟ کامران. بله پدر. تا یک گلوله در بصل و نخاعتان شلیک نکردیم بکن کامران. آه پدر من از کتککاری دیشب کتوکولم درد میکنه، میخوام شما زحمتشو بکشی، من اینجا چیز میکنم. بکن کامران. دردت چیست کامران که نمیکنی؟ پدر من به شما نگفته بودم نه؟ ببینین من خیلی از بچگی از قبر و قبرستون و اسکلت و جنازه
اینا میترسن پدر من. کامران. بله پدر. بکن کامران. بکن کامران. عمو منصور. مکی که ور پلاتیده پوز پلچر که پوز ناشو فکردیم خرام دنگه ها؟ حالا میخواستی من دور بزنی دنگه؟ سوء تفاهم شده منصور خان. دبن پوز پلچر که خوره بکن کامران. اما البته من نمیدونم که پدر شما رو در جریان گذاشتن یا نه، ولی من یک ترسی از بچگی از نفش قبر و اینجور مسائل داشتم. بکن کامران. بکن کامران. پرویز خان. پرویز خان؟ وای نه پرویز خان. مثل این که بازم به هم رسیدیم بچه ها. بکن کامران. اتفاقا پیش پاتون صحبت همین بود. من داشتم خدمت عبوی و عقبیشون میگفتم که یک ترس ذاتی نسبت به قبر و قبرستون دارم. بله. بکن کامران. پرویز خان، خانی شوش و درخونگاه و چاله حصار به شما نیامده. شما خیلی باشید خانه فرشته و الهیه ای. درست صحبت کن مردی که به خاطر یک حبه الماس ناقابل هفت تیر میکشید. برای من کوه الماس هم ارزشی نداره، من فقط اومدم انتقام ماما بگیرم. قپی میایید پرویز خان. عمران. پس حال که این گونه است، شما را به یک مبارزه اصیل تهرانی دعوت میکنیم. هر کس پیروز شد الماس مال اوست. قبول میکنیم. قبول میکنیم. نه پدر خطرناکه پدر، اون مبارزه. کامران. بله پدر. بکن کامران. خب اصلا میخوایم یه کاری کنیم، هر کسی تو این مبارزه پیروز شد خودش میکنه، چطوره؟ بکن کامران. پرویز خان شما احیانا نظری نداری؟ بکن کامران. خب چه بکن بکنی امروز. حال ما مندیم و شما منصور خان. نفس برو به جهندن. جلو نیم که تو توف میکنه. ای بر پلاتیده، ای پوز پرچر، پوز پرخیل، نامرد، مکه دوگان سوز. تمام شد منصور خان؟ بله. بفرمایید. بله. چرا اینجا رو میکنید؟ ها؟ ها؟
ها؟ میگم چرا اینجا رو میکنید؟ مفصل است قول مراد خان، بعدن میگوییم. ما جان شیرین من را مدیون شما هستیم قول مراد خان. وقتی که مزدور نامرده هیچی ندار، حالات اصلای منو خالی میکنید انده؟ درست صحبت کنید منصور خان. درست صحبت نکنم چی میشید انده؟ ترمنا کنار بزنید کامران. پدر بنده رو از این مرحله معاف بفرمایید. ترمه را کنار بزنید کامران. خالیست. پس خان قلی خان کو؟ هیچ کس نمیتونه خان قلی خانو توی تبعید نگه داره. هیچ کس. ولی خان والا اطرافیان شما از کجا بدانند که شما اینجا نمردی؟ با این سال فرار ما مقصد ما. احسند احسند. عجب جانوری هستیم ما. واقعا واقعا. مردی که گور به گور شده چنو ما رو سر کار گذاشتن دنگه؟ کامران. بله پدر. باز هم بگردید کامران. پدر به نظر شما این هیچ معنی نمیده؟ گور به گور شده فقط پلاک ماشینش را برای ما گذاشته. شما اینجا دنبال چه میگردی؟ شطور نافه قرار بود در این مکان میراث خانوادگی ما یعنی الماس دریای قلهک دفن شده باشد. خب اینو از اول به قول مراد میگفتید. چطور؟ آخه صدها نفر اومدن اینجا رو کندن و هیچ چیزی پیدا نکردن. یعنی همه اونا دنبال دریای قلهک میگشتن؟ دنبال همون میگشتن. یعنی اینجا هیچ گنجی وجود نداره جنگه؟ گورمان را گم میکنیم، دست دست باد دراستر به تهران برمیگردیم. آخ چون تهران؟ شما را نگفتیم، خودمان را گفتیم. ما که با هم خوبیم. شما کارهای گلمرادی کردین، گلمراد جیانی شما را نجات داد. با فروغ گلمراد قدم زد، فروغ به گلمراد گل داد. همه چیز را فراموش کنید گلمراد خان، زمان عوض شده. ما جسد دخترمان را هم روی دوش شما نمیگذاریم. شما به گلمراد دروغ گفتید؟ شما با احساسات پاک گلمراد بازی کردید؟ گلمراد میدونه که همه اینها به خاطر جواهر گلهک بوده. شیاطا، کثیف ها، ای نامتا، کلاه بردار ها. شما راست میگویید گلمراد خان و ما متاسفیم. برو. پدر جان من میخوام با قول مراد ازدواج کنم. فروغ. پدر من عاشق شدم، من عاشق قول مراد شدم، عاشق این صمیمیت و صفا و سادگیش، عاشق این بدویت شاعرانش، این تیزهوشی بلاحت وارش، غرور شماتت بارش، این سادگی و صمیمیتش. پدر من تصمیم خودم رو گرفتم، میخوام حباب بسازم و رو حباب های آرزوهام با قول مراد پرواز کنم و برم. اینه که این فیار فروکف یعنی خوب یا یعنی بد؟ یعنی خوب قول مراد. قول مراد داره میخنده. خاک بر سر بی غیرتت کامران. پدر به من چه ربطی داره؟ گورمان را گم میکنیم.
تو هم برو، بعد گلمراد میاد خودش خونتون. گلمراد منم میرم جهیزیم رو درست میکنم. میدونی من دوست دارم جهیزیم خوشگل باشه، زیاد باشه، مبلای قشنگ داشته باشه، همشون چینی باشه، لوسترهای خوشگل داشته باشم. بعد من میرم، تو هم بیا. خداحافظ. خیت شدیم کامران، فروغ بابا. فروغ بابا. پسر عموی قلمراد کارتان دارن. بله پدر جان. مربا بده بابا. بله پدر جان. این مرباست فروغ. عروس پدر. بله پدر جون. ممکن است آینه دقیقه را از جلوی ما جمع کنی؟ نه نازی خانم. خب آخه کامی، من مطمئنم یه جای کار ایراد داره. پدر، نازی خانم مطمئن هستن یه جای کار ایراد داره. ایراد کار توی کامران که لنگ ظهر است و تو بیکار در خانه تمرگیده ای. پدر کم لطفی میفرمایی، 5 دقیقه از سفر رسیدیم. خب پدر جون راست میگه دیگه، پاشو برو اداره. نازی خانم من تا صبح رانندگی کردم. برگشتنی از اداره میایی نان هم بخر. ببین کامی داری میای، یه نقشه تهرانم برای من بگیر. فروغ خانم شما چیزی احتیاج نداری؟ چرا کامران، یه دونه قلمراد. فروغ بابا، فروغ بابا، یک گوساله ای عسل بدهد بابا. غرض از مزاحمت این که حساب و کتاب باغ چند صبحی است در پی آرزوهای واهی و پوچ ما سرگردان است. گفتیم تشریف بیاورید حساب کتاب من را مشخص کنیم. خب مشخص کنیم. بر خاطر 2010 شهید افتی برمین لشکر کشیده دنگه. گفتیم حساب و کتاب من خالی از شاهد نباشد. تو خیال کردی که من چلو آدمی هستم که پول آب و برگ هفلی هفو میکنن دنگه؟ خیر ابدا. خب مشخص کنیم. قبض گاز آمده است به قرار 158,700 تومان که به 2 قسمت باید تقسیم شود. دو بچه چنوه؟ 2 قسمت تقسیم بشه جنگه؟ که یک نفر بیشتر نیست هم جنگه. شایان خودم به ساعت خونه نیسته، شیدام رفته یک سریال دیگه بازی میکنه جنگه. من یک پیرمرد تنهای و شما این همه حیفنون. کامران نازی فروغ. حیفنون کامران فروغ نازی. کامران حیفنون نازی فروغ. بیا چنو، تا اینجا شما 12 نفر.
خاک بر سر ما که محتاج چنین ناکسانی شدیم. بگذریم از قبض گاز. قبض آب آمده به قرار 283,700 تومان. کدو آب؟ میتو آب اصلا استفاده نمی کنن نه 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 چایی که نمی خورن نه نه واقعا خواب نمی دادن نه 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 هموم هم خواه نمی رو چدو نگاه بود پسکل گرفتم هموم نمی رو مکه. کامران و حیفنان، جلوی ما را نگیرید. یک سیخ کباب از آشپزخانه بیاوریم داخل بینی این ماموت پیر کنیم، راحت شویم. خودمان سیخ را میآوریم فرو کنیم. تو دمن پوز خوره. اجازه بدی عمو منصور. پناردیه. شما خودتون رو کنترل کنید. ببخشید که مزاحم جلسه‌تون شدم، ولی من یه چیزایی فهمیدم که فکر کنم باید به همه بگم. ببینین، من فهمیدم که اون نوشته روی پلاک توی قبر در واقع مقصد بعدی و سال فرار خانقلی خانه، یعنی خانقلی خان ما رو اصلا کشونده اونجا که اینجوری بهمون بگه که تو تبعید نمرده که برگشته تهران. نه ایشون برنگشتن نازی خانم. چرا برگشته تهران کامی، ولی برنگشته باغ مظفر. خب کجا رفتن پس؟ خب حالا بهت میگم. ببین گوشه نقشه دوم این شعر رو نوشته: راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. خب خب من فهمیدم که یه آدرسه. آدرس؟ آره پدر جون، ببینین آدرس این خیابون دولت کوچه مستعجلی بنبست بو اسحاقی. شما این آدرس را میشناسید عروس بابا؟ نه خب من که نمیشناسم، ولی حدس میزنم که جایی بوده که خانقلی خان بعد از فرار از تبعید اومده اونجا. چینو و خب فیروزه کیه؟ آه خب چی بگم؟ صبح علت طلوع حرکت میکنیم. حرکت میکنیم؟ نازی. بله پدر جان. شما باهوشترین، زیباترین، ارزشمند ترین، گل ترین، با آی کیو ترین، هوشیار ترین و بهترین عروس دنیا اید بابولی. مطمئنی درست آمده ایم؟ بله خانم والا، سر کوچه نوشته شده بود بنبست بو اسحاقی. در میزنیم. آبروی داد خود خانقلی خان است. اون چیزی که کلهم از ظاهر و باطن این قضیه میدونیم ما خدمتتون میگیم. حالا خانقلی خان که فکر میکرده جد ما باعث تبعیدش شده، یه راست از تبعید که فرار میکنه بلمش سیخو میاد در خونه ما که از جد ما انتقام بگیره. باز کن نامت، باز کن من رو دکه از زن کمتر، باز کن. بله آقا، پدرم نیستن، هفته پیش فوت کردن. از دلم بی خبری کن به حالم نظری. خانقلی خان با مادر بزرگ من فیروزه خاتون ازدواج میکنن، تا آخر عمرم توی همین خونه زندگی میکنن. ای مردک حوش را نزن باره. حالا چلو شما گفتی که چند سال تو هستن نینی؟ من 28 سالمه، برادر ایشون هستم، در ضمن رزمی کارم هستم. آها، یعنی شما دختر عمو و پسر عموی ما هستید؟ اینجوری میگین دیگه. حالا پسر عمو، دختر عمو، عمو کو، زن عمو کو. عمرشون رو دادم به شما، داشتن برای خود نگه میداشتن. شما از عمو یا زن عمو یا احیانا مادر بزرگتان چیزی درباره جواهر قلهک نشنیده اید؟ چیه؟ میراث بزرگ خانقلی خان. نه بابا دلت خوشه، خاماجی میگفتش که خانقلی خان در مرگش 4 تا تابلو نقاشی کشیده واسه وراثش، یکیش هم رسید به ما. تابلوی چهارم کو کجاست؟ اینا میتوانیم ببینیم؟
چه عجب، جونتون بالا اومد تا رسیدی اینجا. با بلاحتی که تو رگ و ریشه شما سراغ دارم، نمیدونم چند نسل گذشته تا دور هم جمع شدید، ولی در هر صورت خاک تو سرتون. من دارم میمیرم، وقت ندارم. خبر مرگتون از ستون سوم عمارت باغ مظفر از سمت چپ 50 قدم برید جلو، همون خراب شده رو بکنید. جواهر قلهک همونجا چال شده. تا غاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسان. برید که یه لفت و لیسی افتادید. حیف نونا. %80 ناخالصی دارد. فوقش 20 میلیون تومان بیشتر نمی ارزد. شوش پول یه واند رسید. حالا خب دیگه آخ جون، حالا میتونیم چنو امارت باسازی بکنیم دنده. وای چه عروسی با شکوهی میگیریم من و قلمراد.